که به دلیل انبوه ایمیل ها و پرسش هایی که در واکنش به این دو برنامه بسیار مورد استقبال شما در دو هفته گذشته درباره خزعل و رضا شاه پیش آمده بود، من در این برنامه به تنهایی بیایم و به پاره از این پرسش ها و ناروشنی ها پاسخ بدهم و چند نکته رو که در لابلای گفته های این دو برنامه شاید نادرست بیان کردم یا ناروشن، اونها رو هم آشکار بکنم. این است که از شما و از جناب مهری پوزش میخواهم که برنامه که بناست من و آقای مهری باشیم، برنامه فقط تنها با من خواهد بود و همچنان هم برگی از تاریخ. خب جناب مهری، باید گفت که در این سالهایی که من با ایشان آشنا شدم، در این 10 سالی که از آشنایی من با ایشان می‌گذرد، از هنگامی که در یک برنامه رادیویی شبانه برنامه داشتند و من 3 شنبه‌ها در با ایشان برنامه داشتم و سپس در این تلویزیون و همچنین در برنامه‌هایی که ایشان با دیگران داشتند، از جمله آقای میلانی و دیگر کسان، به راستی می‌توان گفت که یک انبوهی از گزارش های تاریخی رو در کنار هم نهادند و جدا از گفتگوهایی که با خود من یا با دیگر کسان درباره تاریخ کردند، گفتگوهای بسیاری هم درباره امروز ایران انجام دادند که اینها به راستی تاریخ ایران است که به نظر من یکی از برجسته ترین اونها آن دو گفتگوی، یعنی اون گفتگوی دو برنامه‌ای با آقای خلخالی است که به داوری من یکی از برجسته ترین برگ های ژورنالیسم رادیویی در تاریخ ایران به شمار می آید که کسی از خارج بتواند با جلاد آن زمان جمهوری اسلامی آقای خلخالی گفتگو بکند و اصلا این گفتگو این گناه آغاز بشود که شما از ضد انقلاب هستید و با این حال 2 ساعت در 2 برنامه آقای خلخالی به پرسش های آقای خمینی، آقای راشد، آقای نوری پاسخ بدن. من همه شما همیهنانی رو که این برنامه رو میبینید به راستی تشویق میکنم که بروید در گوگل این رو گوگل کنید، یعنی مهری خلخالی رو گوگل کنید و این برنامه رو ببینید، این 2 برنامه رو، یا در واقع بشنوید، چون در گوگل تنها یک تصویر صامتی هست، ببخشید تصویر ایستاده‌ای هست و صدا فقط در اونجا وجود داره چون برنامه رادیویی بوده. این است که به راستی این تلویزیون اندیشم باید بسیار شادکام و شادمان باشه که پس از بسته شدن رادیو توانسته آقای مهری رو در این تلویزیون داشته باشه و من هم بسیار سرفراز هستم که پای صحبت و پرسش های ایشان در روزهای چهارشنبه هستم. با این پیش درآمد اجازه بدهید که به برنامه بپردازیم. هفته گذشته و هفته پیش از آن من گفتاری داشتم یا گفتگویی داشتم با آقای مهری پیرامون رویدادهایی که به پایین آمدن خزعل از فرمانروایی بر خوزستان که ایشان عربستان می‌خواندند انجامید و ایران رو بر خوزستان، دولت مرکزی رو که رضاخان در اون هنگام نخست وزیری اون رو داشت و سپس پادشاه شد تأمین کرد، یعنی دولت ایران چیره شد بر خوزستان و خوزستان دیگر یک استان یا یک ولایت نیمه مستقل در داخل ایران نبود. در این چند روز گذشته هم ایمیل هایی دریافت کردم و هم خود تلویزیون یکی دو تلفن دریافت کرده که این آقای امینی هیچ حرمتی رو نسبت به رضا شاه قائل نیست و این مرد رو که به تاریخ ایران خدمت کرده میگوید رضا خان و به او توهین میکنه و این رو بخشی از یک توطئه، یک کارزار بر روی ناتوان کردن شخصیت رضا خان یا رضا شاه از سوی یک پژوهشگر تاریخ برشمردند و معترض بودند که چرا تلویزیون اندیشه اجازه می‌دهد که آقای محمد امینی
به رضا شاه کبیر، جمله جونها میگویند، بگوید رضا خان. اجازه بدهید که یک پیش درآمدی در این باره با شما در میان بگذارم. این فرهنگ توطئه که در پس هر ماجرا و هر واژه یک برنامه‌ای رو جستجو میکنه در میان ما ایرانیان بسیار تواناست، بسیار پا داره. البته تنها به ایرانیان هم مربوط نمیشود، در همین دنیای غرب هم، در همین ایالات متحده آمریکا هم که ما زندگی میکنیم، این آقایی که اینک کاندیدای حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری است، آقای دونالد ترامپ، سالهایی است که از زمان آغاز ریاست جمهوری آقای اوباما تبلیغ میکند که اوباما اصلا آمریکایی نیست و در کنیا دنیا آمده. یعنی مادر آقای اوباما که یک سفید پوست اهل اوکلاهاما بوده، با یه نقشه‌ای، چون فکر میکرده این فرزند نازاده شده ممکن است بعدها رئیس جمهور بشود، رفته به کنیا، با یک مرد کنیایی ازدواج کرده و از او صاحب فرزندی شده که اسمش رو گذاشتند، به جایی که مثلا مایکل یا جک بگذارن، گذاشتند باراک اوباما، باراک حسین اوباما. و چون این خانم فکر میکرده که این فرزند ممکن است در آینده سناتور یا رئیس جمهور بشود، سند به دنیا آمدن این فرزند رو که آقای دونالد ترامپ میگویند در کنیا به دنیا آمده و بنابراین شایسته ریاست جمهوری نبوده، این رو جعل کردن، آوردن در استانی که ایالتی که پدر و مادر این خانم زندگی میکردن، یعنی در هاوایی، اونجا نشان دادند و در روزنامه ها چاپ کردند که بلی فرزند در هاوایی دنیا آمده، چون می دانستند که سالیانی پس از اون در سال 2008 آقای باراک اوباما می خواهد رئیس جمهور آمریکا بشود و این است که باید پرونده سازی بکنند. می بینید تا چند اندازه این اندیشه ها فرومایه، توهی از خرد، توهی از هر گونه اندیشه واقعا عقلانی است. و این نوع اندیشه ها در دنیا خیلی چیره است، خیلی روان است، پذیرفته است، شاید چیره نباشد. در کشور ما هم این اندیشه های دایجان ناپلئونی بازار گرمی داره. همه چیز توته است. محمد رضا شاه رو آمپول زدند و کشتند. عرض کنم که تمام آخوندهای ایران نه به مرگ طبیعی بلکه شهید شدند. همین آقا مصطفی پسر آقای خمینی که بسیار چاق بود و از بس خورد مرد، ایشان رو گفتن ساواک کشته. البته ساواک از این کارها میکرد، بختیار رو از میان برداشت، ولی گمان نمی کنم که آقا مصطفی رو ساواک برداشته باشه. بیماری قند و قلب و پرخوری و چاقی در واقع ایشان رو برداشت، ولی ایشان شهید شدن. اصلا آخوندی به مرگ طبیعی نمی میره، همه شهید میشوند. از امام دوم شیعیان، امام علی ابن ابی طالب که میدانیم شمشیر ابن ملجم مرادی بر فرق او کوبیده شد و کشته شد، ولی از امام حسن به بعد جز امام حسین که در جنگ کربلا کشته شد، همه شهید سم و زهر بنی امیه و بنی عباس شدند. هیچ کس به مرگ طبیعی نمرده. امام ناپیدا هم از بیم و حراسی که او رو هم سمخور کنند در سرداب پنهان شده بود، سپس یه روزی باز خواهد گشت. این در میان آخوندها و اهل دین است. در میان غیر از اون هم از این نوع تئوری‌های توطئه زیاد است. همه چیز در تاریخ ایران از یک توطئه برمی‌خیزه و این رضا خان خواندن هم حتما از اینجاست که من یک برنامه‌ای داشتم که رضا شاه رو به رضا خان تبدیل کنم. از پدرم شنیدم که میگفت که این سردار منصور معروف رشدی، اجازه بدید که به یاد داشتم نگاه کنم که هیچ گرفتاری در این زمین نباشه، که بعدها معروف شده فتح الله خان اکبر، بزرگ خاندان اکبر. این به نام سردار منصور معروف بود و پس از اینکه سپهدار تنکابونی لقب سپه سالار رو گرفت، چون ها از یک تقریبا منطقه می آمدند، این مرد که معروف بود مرد اول گیلان هست و زمیندار بسیار بزرگ و توانگری هم بود، توانایی هم بود، لقب سپهدار رو به او دادن، شد سپهدار رشدی. پیشتر نامش بود سردار منصور. پدرم میگفت گروهی رفته بودن به منزل او در کهنسالی
و درباره سن او پرسش می کردند و درگیری به وجود آمد. درگیری البته لفظی، یعنی اونها می گفتن آقا شما مثلا 80 سال توی ایشان، اصرار می کرد که یک روز بیشتر از 60 سال نداره و برای اینکه نشان بدهد که بیشتر از 60 سال زندگی نکرده رفت و که قرآنی رو بیاورد که در این قرآن سال زاده شدن او نوشته شده و پاسی به درازا انجامید و همگان نگاه به یکدیگر کردند و چنین اندیشیدند که رفته پشت قرآن رو بنویسه و تاریخ جعلی بیاورد و آورد قرآن رو باز کردند، دیدن نوشتن بله در این روز فلان و بهمان، سال بهمان، سپهدار رشتی، سردار منصور زاده شد. خب یعنی تمام لقب هایی که بعدها به او داده شده بود و در روز زاده شدنش از خامه پدر بر قرآن نهاده بود. داستان رضاخان و رضاشاه خاندان هم شبیه همین هست. رضاشاه تا هنگام تأسیس مجلس مؤسسان در پایان سال 1304 خورشیدی، در ماهای پایانی سال 1304 خورشیدی، رضاشاه نبود. سردار سپه بود، وزیر جنگ بود، نخست وزیر بود، به او حضرت اشرف می گفتند، به او لقب های دیگر می دادند، به او از او واژه های درباره او واژه هایی رو استفاده می کردند که ربطی به پادشاهی شده پادشاه شدن او نداشت و بیش از همه پیرامونیان او رو رضاخان می خواندند. چون خان نبود، خان خواندن او نشانی از این بود که او رو بلند پایه می دانستند، آقا می دانستند، بالا تبار می دانستند. یک زمانی هم سرهنگ بود، رضاخان سرهنگ اسمش رو می ذاشتند. زمانی هم تفنگچی بود یا مسلسلچی قزاقخانه بود، میر پنجه به او می گفتن یا میر پنج. شما نمی توانید در دورانی که رضاخان میر پنجه بوده یا میر پنج بوده یا در هنگامی که در پیرامون فرمان فرما زیر قدرت فرمان فرما در هنگامی که او والی مناطق غرب ایران بوده او رو رضاشاه بخوانید، چون رضاشاه نبوده، او رضاخان بوده. اون زمان حتی رضاخان هم نبوده. اینکه من ایشان رو رضاخان خواندم توهین به او نیست، توطئه‌ای در کار نیست، بلکه بیان تاریخ است. با آینک و یا ذره‌بین به دنبال این نباشید که توطئه‌ای در سخنان من و آقای مهری بجویید. سخن بر سر یافتن عنوان‌های درست انسان هاست. آقای اوباما امروز رئیس جمهور آمریکاست، ولی هنگامی که سناتور بود در آمریکا و سخنرانی کرده بود، اگر در تاریخ ها به این سخنرانی اشاره کنند نمیگویند پرزیدنت اوباما، میگویند سناتور اوباما، چون در اون هنگام او سناتور بوده. افراد رو باید بر پایه آن نقشی که در اون هنگام داشتند، اون عنوانی که در اون هنگام داشتند مورد بررسی قرار داد. احمد قوام در یک دوری در تاریخ ایران احمد قوام بوده و در دورهای پیش از اون اصلا به نام احمد قوام شناخته شده نبوده، او رو با نام قوام السلطنه می شناختند. این است که این خردگیری های کودکانه رو کنار بگذارید و به محتوای گفتگوی این برنامه ها توجه کنید. اما چند نادرستی که در گفتارهای من وجود داشت و من بسیار از این تیزبینی هم میهنان نه تنها در شگفتم بلکه سپاسگزار تیزبینی ما هستم. چون چند برنامه پیش از پرداختن به دوران خزعل ما به کسروی پرداخته بودیم و من درباره حاج آقا محمود رفیعی که از آدمهای پیرامون فدایان اسلام بود سخن گفته بودم، هنگامی که در مورد حاج آقا رضا رفیع قام الملک صحبت کردم به اشتباه گفتم حاج آقا محمود رفیع، یعنی اصلا به ذهنم نیامد، به اندیشه من فرو نیامد که او نامش رضا نبوده و شتابان گفتم حاج آقا محمود رفیع و همیهنی
دو نفر، یکی در همین پیرامون خود من و دیگری از ایران، یادآور شدن که ایشان آقا رضا رفی بودند. درست میگویند. آقا رضا رفی شخصیت جالبی در تاریخ ایران بوده و از شمار کسانی است که از دل زندگی و پرورش و آموزش آخوندی به دنیای مدرن و پیرامون رضا شاه پیوسته. چند نفر رو ما میتوانیم نام ببریم. یکی از سرشناسترین اونها زین العابدین رهنما است. زین العابدین رهنما و برادرش که تجدد نام گرفت، این دو فرزندان شیخ العراقین یکی از بزرگترین روحانیان سرشناس باشنده نجف بودند یا عتبات. اصلا در اونجا هم دنیا آمدند، در ایران دنیا نیامده بودند. و جالب این است که پیش از فراز رضا شاه به قدرت به ایران باز می‌گردند و در بازگشت به ایران هر دوی اونها نام‌هایی که برای خودشون انتخاب می‌کنند، رهنما و تجدد، گواه این است که مدرن می‌اندیشیدند و می‌خواستند با دنیای مدرن آشنا بشن، با ایران مدرن آشنا بشن یا ایران مدرن رو بسازن. هر دو هم به کاروان پشتیبانان رضاخان می‌پیوندند. رضا شاه آینده خورده نگیرید. و از پشتیبانان سرسخت رضاخان بودند. البته هر دو هم از چشم رضا شاه مانند بسیاری دیگر میافتند، ولی زین العابدین رهنما که درس دینی خوانده بود، البته هیچگاه مجتهد طراز ولی به شمار نمی اومد، اصلا گمان نمی کنم که مجتهد شده بوده، او از شمار کسانی بود که از حوزه دینی به دنیای مدرن آمد و در دنیای مدرن از هواداران سرسخت رضاخان شد. این حاج آقا محمود رفی، ببخشید، حاج آقا رضا رفی، باز هم این زبان برگشت، این حاج آقا رضا رفی هم همین گونه است. او درس دینی خوانده بود، رخت دینی بر تن داشت، البته مجتهد نبود ولی معمم بود و درس طلبگی خوانده بود و گویا تا درس داخل هم وارد شده بود و زبان عربی رو هم نیک میدانست، روسی هم یاد گرفته بود. و جالب اینجاست که در سالهای خیلی پیش از 1299 آتاشه افتخاری فرهنگی سفارت روسیه در تهران شد و یک نوع رقابتی میان او و یک آخوندزاده دیگری به وجود آمد به نام سید ضیاءالدین طباطبایی که آدم انگلیسی ها بود و این آقا رضا رفی شده بود آدم روس ها. البته آدم روس ها به معنای این که جنبه به اصطلاح روشنفکری آخوندی داشت در پشتیبانی از روسا، ولی آتاشه فرهنگی اونها بود. حتی عبدالله مستوفی در کتاب سجلدی بسیار ارزنده‌ای که به جای گذارده درباره تاریخ سیاسی و اداری دوره قاجار یا زندگانی من، از یک رویدادی یاد می‌کند که در اون یک برنامه فرهنگی بوده و این آقای رفی، حاج آقا رضا رفی که حاجی هم شده بوده و درس دینی رو خوانده بوده و عمامه و عبایی هم بر تن داشته، اسموکینگ هم تنش کرده بوده، یعنی لباس رسمی هم تنش کرده بوده با عمامه و این رو با شوخی ازش یاد میکنه. او چون روسی میدانست، البته به زندان سید ضیاء افتاد، جزو کسانی بود، جزو اون 400 نفری بود که پس از کودتای 1299 سید ضیاء دستگیر کرد و پس از اینکه سید ضیاء از قدرت افتاد، پس از یک دوره کوتاه 3 ماهه‌ای که نخست وزیر بود و راهی خارج شد و فراز رضاخان به قدرت آغاز گردید، او از نزدیکان رضاخان شد، سردار سپه، و از پیرامونیان او شد و حتی معروف شد به معلم قرآن رضا شاه و رضا شاه رو یا رضا خان، رضا شاه آینده رو، رضا خان رو با روحانیان تهران آشنا کرد و تقریبا میتوان گفت جز یکی دو سالی که محروم بود از نزدیکی با رضا شاه و حتی چند ماهی رو هم در زندان گذراند، از نزدیکان رضا شاه به شمار می آمد، وکیل مجلس بود و پس از اون هم از مشاوران محمد رضا شاه شد. آدم بسیار بلند پایه بود ولی از دل آخوندها بیرون آمده بود و با آموزش های آخوندی آشنا بود و نه تنها با رضا شاه در سفر به خوزستان همراه بود، او کسی است که رضا خان رو
برانگیخ که به جای بازگشت فوری به تهران از راه بصره به نجف بروند و با روحانیان دیدار بکنند و از راه نجف به کرمانشاه بازگردند و در سالهای پایانی زندگی یادماندهی که فرزند او فراهم کرده از زبان او میگوید که او در واقع کسی است که مدعی است که دیداری که میان رضاخان آن زمان و رضاشاه آینده در نزدیک به شاید 9 ماه پیش از آغاز پادشاهی رضاشاه در نجف میان رضاخان پس از اینکه رضاخان کار خزعل رو پایان داده بود انجام شد، در این نشست است که قطعی شد فراز رضاشاه به پادشاهی و روحانیون بلندپای نجف هم از این پشتیبانی کردند. حتی اعلامیه هایی هم پس از اون در دست است که از پادشاهی رضاشاه پشتیبانی کردند، چون ایران تنها دولت شیعی جهان در اون هنگام بود و او رو به عنوان پادشاه شیعی حتی اگر هم در زمینه‌های مخالفت با او داشتند مشروع می‌دانستند و جلوگیری می‌کردند از ناتوان شدن دولت رضاشاه، به ویژه اینکه آسمون جمهوری سکولار ترکیه، جمهوری لایک ترکیه هم در کنار ما بود و بیم و هراس داشتند که مبادا ایران هم به سوی جمهوری و به سوی لایک یا سکولار شدن پیش برود. این است که پشتیبانی می‌کردند در آغاز کار دست کم برای چند سالی و رضاخان و رضاشاه آینده هم از این نزدیکی‌ها بهره گرفت. البته کسان دیگری هم جالب است که در پیرامون کارهایی که رضاشاه انجام می‌داد یا رضاخان انجام می‌داد برای فراز به قدرت بودند که از دل ساختار دینی اون زمان یا ساختار روحانی اون زمان بیرون آمده بودند. من یک اشاره کردم خیلی گذرا وقتی به رویدادهای خوزستان می‌پرداختم به فضل الله زاهدی که فرماندار نظامی اداری سیاسی خوزستان شده بود پس از اینکه خزعل رو رضا شاه از قدرت در واقع پایین کشیده بود. زاهدی معاونی داشت به نام امارلو یا امارلوی که کسروی هم از او با نام امارلو یاد میکند، ولی نام درست او امارلوی است، میر احمد خان امارلوی. میر احمد خان امارلوی در جیرنده یا جیرنده قزوین به دنیا آمده بود، اصلا قزوینی بود. درس ملایی آغاز کرده بود و رفته بود به نجف و نزد آخوند خراسانی درجه اجتهاد گرفته بود، مجتهد شده بود و فقه اصول خوانده بود و بازگشتش به ایران همزمان می شود با کودتای محمد علی شاه. محمد علی شاه مجلس رو به توپ بسته بود، این میر احمد خان بهارلویی با رخت دینی به ایران باز می گرده و از شمار ملایان نجف دیده تبریز می شود. می رود به تبریز و در تبریز چون رابطه هم با آخوند خراسانی داشته خیلی مورد علاقه آخوند بوده و مشروط خواهانی که آخوند خراسانی هم از اونها پشتیبانی میکرده. در اون هنگام البته نامش میر احمد خان قزوینی بوده، کسی اون رو به نام امارلوی نمیشناخته. در مجلس دوم پس از شکست محمد علی شاه این میر احمد خان با رخت دینی نماینده یکی از نمایندگان تبریز میشود به مجلس دوم مشروطه به نام میر احمد خان قزوینی. اگر به اسناد تاریخی نگاه کنید ببینید که نماینده مجلس هستش. پس از این که مجلس دوم پایان می‌یابد، گرفتاری‌هایی که در مجلس دوم به وجود آمد، می‌رود به چهارمحال بختیاری و آشنا می‌شود با کسی به نام محمد رضا خان سردار فاتح. محمد رضا خان سردار فاتح یکی از بزرگان ایلخانی بختیاری است و پدر زنده یاد شاپور بختیار که البته در دوران رضا شاه کشته شد. با او نزدیک می شود و با پشتیبانی او از یزد نماینده می شود. هیچ ربطی هم به یزد نداشته، ولی چون این سردار فاتح از اون پشتیبانی می کرده و در اون هنگام در سرتاسر سرزمین های جنوبی ایران یزد و اصفهان و بختیاری ها بسیار قدرت داشتند، پس از فتح تهران این امارلویی آخوند و مجتهد می شود نماینده مجلس در مجلس سوم.
و سرانجام در هنگامی که مجلس سوم به دنبال اولتیماتوم روس‌ها به تبعید می‌روند، خیلی از نمایندگان در کابینه نظام السلطنه مافی رخت دینی رو در کرمانشاه کنار می‌گذاره و وزیر می‌شود، وزیر کشور، وزیر کشور نظام السلطنه مافی است. و در اینجاست که نخستین بار ما نام امار لویی رو می‌شنویم، یعنی دیگه نام او امیر یا امیر احمد، نه امیر احمد خان یا امیر احمد خان قزوینی نیست، بلکه امیر احمد خان امار لویی است. به اروپا می رود، درسی می خواند و پس از بازگشت به ایران از شمار هواداران فراز رضاخان به پادشاهی می شود و در خوزستان در سال 1303 او معاون شیخ فضل‌الله سرتیب، در اون هنگام سرتیب فضل‌الله زاهدی بود. آدمی است که درس دینی خوانده، رخت دینی بر تن داشته، آخوند بوده، ولی به ساختار مدرن جامعه پیوسته و از پیروان و هواداران سرسخت رضاخان و سپس رضاشاه شده. آدم‌های بسیاری رو میتوان یافت که مانند این حاج آقا رضا رفی یا امار لویی از دل درس دینی برخواستند و به دایره یاران نزدیک رضاخان پیوستند و سپس از یاران نزدیک رضاشاه شدند. البته حاج آقا رضا رفی در دوران پس از شهریور 20 هم از مشاوران بسیار رایزنان بسیار نزدیک محمد رضا شاه بود و در سفری که محمد رضا شاه تنها پادشاه ایران که به حج رفت و حاجی شد، در سفر او به حج با محمد رضا شاه همراه بود، یعنی در واقع او بود که به همراه محمد رضا شاه به حج رفت. اجازه بدهید که بیش از این به حاشیه نروم، نام یک نفر دیگر رو هم باید در اینجا بیاورم که کمتر درباره او آشنایی دارند ایرانیان. آدمی است به نام امیر اقتدار، سرتیب محمود انصاری، نخستین فرماندار نظامی تهران در دوران رضاخان و سپس رضاشاه، با آدم بسیار مقتدری بوده، به همین دلیل هم بهش میگفتن امیر اقتدار. این آدم نخست رفته و درس دینی خوانده، در نجف میزیسته و با رخت دینی به ایران بازگشته و چون خواستگاری کرده بوده و یکی از بستگان خودش رو میخواسته، دختر عمو، دختر عمه، کسی رو میخواسته و گفته بودم ما دختر زن به آخون نمیدهیم، رخت دینی رو کنار نهاده، رفته به قزاقخانه و با رخت قزاقی از این کیشاوند خواستگاری کرده و شده امیر اقتدار. و این است که شما اگر به تاریخ گذار از دوره ایلیاتی به مدرنیتی ایران نگاه کنید، بسیاری از شخصیت‌های دوران مدرن ایران یا از دل شاهزادگی قاجاریه برخواستند، مانند فرمان فرماها، یا خیشاوند قاجاران بودند، مانند محمد مصدق، قوام السلطنه، حالا کمتر اون میرزا از شمار میرزایان دستگاه قاجار بوده، یا از دل جامعه ایلیاتی ایران بیرون آمدند، مانند سردار اسعد و نصرت الدوله و خیلی های دیگری که سمسام السلطنه پوزش میخوام، سمسام السلطنه و دیگران، که اینها بر روی از دل جامعه ایلیاتی ایران بیرون آمدند و شخصیت های بزرگ جامعه مدرن ایران شدند، و یا از دل جامعه دینی ایران بیرون آمده بودند. بیشتر کارگزاران و گردانندگان و سازندگان ساختار حقوقی ایران، عدلیه ایران و سپس دادگستری، نخست رخت دینی بر تن داشتند و تنها کسی که با رخت دینی وارد عدلیه داور شد و تا پایان رخت دینی رو حفظ کرد، یعنی این پیمان رو با داور بست که تنها شرطی که تنها رایی که وارد عدلیه می شود این است که رخت دینی رو کنار نگذارد، حبیب الله، سید حبیب الله یا شیخ حبیب الله شبیری بود یا شبیر، که رئیس عدلیه آذربایجان شد. خود احمد کسروی، سید نامش بود، سید احمد کسروی رخت دینی داشت و تنها در هنگامی که بنا شد داور به او پیشنهاد کرد که وارد
پارکه بشود یا دادسرا بشود، به اون پارکه میگفتند واژه فرانسه، شرط کردند که او رخت دینی رو کنار بگذاره. و کسروی در زندگانی خودش در 10 سال در عدلیه مینویسد که به داور گفتم که من هیچ پیوندی با این رخت نداشتم، و همان روز میرود در نزدیک ناصر خسرو و یک رخت اروپایی میخرد، کت و شلواری میخرد و چند پیراهن، و از آن پس دیگر اروپایی میشود، یعنی کراوات میزند و رخت اروپایی بر تن میکند. و بیشتر پیکره هایی که ما از کسروی از سال 1305 به این سوی داریم همه پیکره هایی است که او رخت دینی رو کنار نهاده. حتی در هنگامی که کسروی رئیس عدلیه خوزستان بوده، با رخت دینی در عدلیه خوزستان شرکت داشته، یعنی او در واقع به عنوان یک درس خوانده حوزه یا درس خوانده مذهبی، حالا حوزه نرفته بوده، ولی به عنوان یک شخصیت دینی رئیس عدلیه خوزستان بوده. این دگرگونی بزرگی است که در تاریخ ایران اون زمان به وجود آمده، که بسیاری از کسانی که یا از خاندان اشراف قاجار بودند یا از ساختار رهبری ایلیاتی ایران برمیخواستند یا از دل جامعه روحانی برخواسته بودند، اینها سازندگان ساختارهای مدرن ایران شدند. حتی کسی مانند تقی‌زاده هم در اون هنگام اصلا با رخت ملایی به تهران آمد، البته درس ملایی چندانی نخوانده بود، ولی بر روی این رخت رو بر تن داشت هنگامی که وارد مجلس شد. پیکره هایی که از او در دست است در اون هنگام این گونه است. و سپس البته به اروپا رفت و این رخت اروپایی رو پذیرفت، و پس از بازگشت دیگر کلاهی شده بود. خیلی ها این گونه بودند. اینها رو اشاره کردم که موضوع حاج آقا رضا رفیع و آدم های مانند محمود انصاری، امیر اقتدار، امارلویی، رهنما و دیگران رو روشن گردانده باشم. یک نادرستی دیگری هم بسیار کوچک در سخنان هفته پیش من بود. اشاره کردم که در هنگامی که رضا خان در اون هنگام نخست وزیر در ناصری اهواز به سر می برد و گفتگو می کرد با خزعل برای کنار نهادن خزعل یا تسلیم خزعل، تسلیم شده بود بلکه شرایط تسلیم خزعل، یکی از کسانی همراه او بود دبیر اعظم بهرامی بود که این سفرنامه خوزستان رو هم او نوشته، از یاران بسیار وفادار و آغازین رضاخان بود، و او کسی است که نام پهلوی رو جست و یافت و به رضاخان پیشنهاد کرد و ایشان رضا پهلوی شدند، رضا شاه پهلوی شدند. دبیر اعظم بهرامی میگوید که در اون سفر خزعل پیشنهاد کرده بود که رضاخان نوه او رو، من به اشتباه گفتم دختر او رو، بلکه دختر سردار اجل رو، چون دختر او برای سنش بالا بوده و مورد پذیرش نمیتونست قرار بگیره با سنت های مردان در اون دوران، این است که نوه خودش رو که دختر سردار اجل بوده، یکی از دختران سردار اجل بوده، میخواسته به رضا شاه بده. به دبیر اعظم میگوید که رضا شاه این دختر رو هم بگیره تا ما یک پیوندی پیدا بکنیم با خاندان پهلوی، که البته میدانیم که چنین انجام نمیشود. رضا خان شمار همسرهای او روشن است چه کسانی بودند، و این نوه خزعل در شمار همسرهای او، در 4 همسری که از او آگاهی داریم، نیست. خب برویم به برخی از پرسش هایی که هم میانان کردن و نکاتی رو که باید در اینجا اشاره کنم. میهن بسیار تیزبی، چون من به زندگی نامه کسروی و 10 سال در عدلیه اشاره کرده بودم و گفتم کسروی در اون هنگام در سرپرستی عدلیه خوزستان بود و در اون 1 سالی که در اونجا بود پیش از آمدن رضاخان، چه دردها و رنجهایی کشید و چه گرفتاریهایی با خزعل داشت. آمدن رضاخان رو به خوزستان، جنگ با خزعل رو و بعد آمدن رضاخان رو به خوزستان با جزئیات نوشته، هم در ماجرای، هم در کتاب 10 سال در عدلیه و هم در کتاب تاریخ 500 ساله خوزستان به اینها اشاره کرده. من باور ندارم که کسی به اندازه کسروی در گزارش تاریخ
برای اون دوران امین بوده باشه. آدمی است که هنگامی که خزعل شکست میخوره یک سخنرانی در برابر سپاهیانی که در شوشتر بودن، چون در شوشتر میزیسته در اون هنگام، پایگاه عدلیه در شوشتر بوده، انجام داده، سخنرانی کرده که این سخنرانی در حبل المتین به چاپ رسیده. و در این سخنرانی که بخشای از اون رو من در زیرنویس کتابی که در دست انتشار دارم آوردم، رضاخان رو به عنوان یک سردار ملی ازش یاد میکنه و خیلی رو برجسته میکنه. ولی همین کسروی این رو به عنوان نمونه امانت او در گزارش تاریخ میگویم، کسی که رضاخان رو به دلیل شکست دادن خزعل و چیرگی بر خوزستان سردار فاتح ایران میخواند، هنگامی که با رفتار زاهدی و امارلوی و دیگران روبرو میشود و میشنود که رضاخان در حال در سودای پادشاهی است، سخت او رو مینکوهه و در باز حبل المتین نوشتاری از او به چاپ میرسه در نقد به رضاخان که او میخواهد قانون اساسی رو زیر پا بگذارد. آدمی است بی پروا و بدون هیچ بیمحراسی از قدرت. و این است که گزارش او از رویدادهای خوزستان رو میتوان یک گزارش نسبتاً دقیق دانست. او میگوید که پس از اینکه سپاه از راه لرستان وارد شوشتر شد، او و یکی دو نفر دیگر بران شدند که چون فکر کردن کار به پایان رسیده و شنیده بودند که رضاخان هم وارد ناصری شده، فوراً به ناصری بروند و از جمله با رضاخان، با سردار سپه نخست وزیر دیدار بکنند. و هنگامی که وارد ناصری می شود و حتی یکی دو مورد رو اشاره می کنه که خیلی گستاخی به خرج داده و بعدها فهمیده که هنوز نیروهای مسلح خزعل کنترل اداره شهر رو در دست دارن، اداره ناصری رو در دست دارن، می گوید که من به ساعت نگاه کردم که بیش از اندازه سخن نگویم، چون آقای مهری نیستن که به من یادآوری کنن که چند دقیقه به پایان برنامه مونده. میگوید که در اونجا دریافتیم که هنوز خزعل قدرت داره و خیلی ها به من گفتن که شما بیایید در خانه ما، آقای بهش گفته بیایید در خانه ما زندگی کنید، خانه ما یک دری به سفارت روسیه شوروی اون زمان داره و اگر خزعل رضاخان رو که بدون هیچ نیروی نظامی به خوزستان آمده او رو از بین برد، شما از این راه وارد سفارت یا کنسولگری روسیه بشوید، شوروی اون موقع البته، و پناهنده بشوید. میگوید که این عبارت خودشه، این مرد رضاخان خامی کرده، البته این رو کسی او گفته، و تنها خود را به میان دشمن انداخته، امشب او را گرفته نابودش میکنند. خانه ما پهلوی کنسولخانه روس است و از میان دری هم باز می شود و می توانید به آنجا پناهنده شوید. گفتم اینها اندیشه های خامی است. این مرد جان خود را، یعنی رضاخان، جان خود را کمتر از ما دوست نمی دارد. اگر بیمی بودی نیامدی. شما هم بیمناک نباشید. رازی در میان است و بیمی نیست. این راز رو ما سالیانی پس از اون بیشتر دریافتیم. این راز چه بوده؟ این راز در این است که من در هفته گذشتم به اون اشاره کردم. رازی است که پشت پرده میان سر پرسی لورن، وزیر مختار بریتانیا، با شیخ خزعل گفتگو در میان بوده. یعنی در واقع همزمان با آغاز سفر رضاخان به سوی شیراز و بوشهر و از اونجا رفتن به نخست از شیراز به بهبهان و سپس به بوشهر، گفتگوهایی وجود داشته و این دیدار لورن با خزعل در روز 14 نوامبر 1922، یعنی 22 آبان 1303 است که در اون هنگام رضاخان به شیراز رسیده و نامه‌ای که خزعل می‌نویسه و به رضا شاه اعلام سرسپردگی می‌کنه، درست روز پس از دیدار لورن با خزعل است، یعنی در روز 23 آبان است. 22 آبان او با رضا با خزعل دیدار کرده و عین نامه خیلی جالبه. گفته در نامه که، بله هنوز اندکی وقت داریم، گفته که
این کارهایی که من کردم و دشمنی که با شما داشتم به دلیل رفتار مغرضین و میافزاید و بختیاری هاست. این بختیاری ها که البته نسبت به وجود زی وجود حضرت اشرف اداوت داشتند، اونها من رو برانگیختند. گرفتاری در این بوده که این خبر نامه خزعل به روزنامه های ایران در تهران درز میکنه و روزنامه های خبر رو منتشر میکنن، چون این نامه رو لورن فرستاده بوده، یعنی خزعل نامه رو از سوی لورن فرستاده. در اون هنگام دولت رضاخان نمیخواسته که اعلام بشود که دولت بریتانیا که خیلی در میان مردم مشکوک بوده، بدنام بوده، میانجی سازش و کنار آمدن با خزعل است. و این است که سخت ناراحت میشوند و میگویند که این گزارش ها را از روزنامه ها کنار بگذارند و اصلا توقیف کنند از روزنامه که این گزارش رو به چاپ میرسانه، و نمیخواستند که این پیروزی رو به پای گفتگوهای با بریتانیا بنویسند، یعنی بگویند که بریتانیا هم در این گفتگوها درگیر است. میخواستند بگویند دولت مرکزی به طور مستقل و با اراده قدرتمند شخص رضاخان و پیرامونیان رفته و قزل رو داره شکست میده. نمیخواستن دست بریتانیا رو در جلوگیری از کار و کوشش قزل نشان بدن. البته در اینجا جای گفتگو نیست که پیروزی های نظامی ایران، دولت مرکزی در لرستان و به ویژه در مناطق نزدیک پیرامون بهبهان و روستاهایی که بین بهبهان و ناصری بوده، نقش بسیار برجسته‌ای در واپس‌نشینی خزعل داشته، ولی لورن بوده که خزعل رو وامی داره که این تلگراف تسلیم رو به رضاخان بفرسته. رضاخان در بوشهر با کنسول دولت بریتانیا گفتگو میکنه و او سعی میکنه که رضاخان رو تشویق کنه که به ناصری نرود و در همونجا در واقع بپذیرد که تسلیم خزعل رو بپذیره. جفری هاوارد که نماینده بلندپایه سیاسی بریتانیا در اونجا بوده، و خب سیاست یعنی این که شما نشان بدهید که خیر، این دولت‌های دیگر در این تسلیم خزعل نقش ندارند و ما هستیم که با قدرت رفتیم و می‌خواهیم که خزعل رو تسلیم کنیم و همه امتیاز باید به پای دولت مرکزی و شخص رضاخان نوشته بشود. ترکیبی از نقش دولت بریتانیا و قدرت دولت مرکزی و تا حدودی درایت دولت مرکزی در اون هنگام بوده. اشاره‌ای کردم در اون زمان، در پایان برنامه اشاره کنم، اشاره‌ای کردم به چند نام دیگر که اینها رو هم باید فکر می‌کنم اصلاح کنم، برای اینکه در آنچه که در برنامه هفته پیش گفتم شاید با شتاب در این باره سخن گفتم. اشاره کردم به یکی از شخصیت‌های برجسته بختیاری که در کانون در واقع این اون جریانی بوده که به نام کمیته سعادت ملی شناخته می شود و شخصیتی بوده که سرپیچی میکنه از دولت مرکزی و وارد جنگ و درگیری با دولت مرکزی میشود. من فکر میکنم به نادرست اشاره کردم که او فرزند سردار اسعد بوده و این درست نیست. سردار اسعد برادر او بوده، او برادر کهتر سردار اسعد بوده. البته سردار اسعد سه نفر در تاریخ ایران به نام سردار اسعد شناخته شدن. سردار اسعد اول که برادر بزرگ سردار اسعد دوم هست، یعنی برادر سردار اسعدی است که در تاریخ ایران در جریان مشروطه شناخته شده و سرشناس شده، و سپس سردار اسعد سوم که فرزند این سردار اسعد معروف مشروطه است و وزیر پست و تلگراف کابینه رضاخان نخست وزیر است که همراه او به خوزستان می رود. کسی که در
برنامه گذشته از او یاد کردم و از سران بختیاری در مقابل دولت مرکزی و ساختن اون کمیته یا جریان سعادت ملی بوده، او در واقع برادر اوست نه اینکه فرزند سردار حسن. این است که این رو خواستم اصلاح کنم. اصولا این رو باید توجه داشته باشید که در اون ساختار ایلیاتی اون زمان ایران، برخی از سران ایلی با دولت مرکزی همراه می شوند و برخی از سران ایلی با خزعل، ولی همه شواهد نشان می دهد که بند کنترل کننده این مقاومت خزعل و سران برخی از سران بختیاری در بریتانیا بوده. یعنی این دولت بریتانیاست که اونها رو برمی انگیخته تا در برابر دولت مرکزی یک دولت مسلم که مستقلی در جنوب ایران به وجود بیاورند، و این در تمام درازای تاریخ ایران حتی در دوران زمانداری زنده یاد مصدق به وجود آمده، حتی در دورانی که ما با شورش معروف آذربایجان یا کوشش شوروی ها برای جدا کردن آذربایجان در جریان قیام پیشوری روبرو هستیم، میدانیم در جنوب ایران هم بریتانیا کوشش کرد که یک جنبش استقلال جنوب ایران رو به وجود بیاورد و این رو در میان عشایر در واقع آغاز کرد. به این معنا نیست که سران عشایر خائن بودند یا ضد ملی بودند. بسیاری از اونها از میهن پرستترین ایرانیان بودند، وفاداری آشکار به این سرزمین داشتند، ولی راحت می توانستند به این جبهه یا اون جبهه بروند. و این است که در بررسی تاریخ ایران نمی توان یک دسته ایلی رو هوادار یا مخالف دولت مرکزی یا بر روی ماندگاری ایران قلمداد کرد. آنچه که مسلم است این است که با هر انگیزه‌ای که برخی از این سران عشایری وارد جبهه همکاری با خزعل شده باشند، سودای تجزیه ایران رو در سر نداشتند و سودای ماندگاری ایران رو داشتند. در اون هنگام تا حدودی برای اونها، نه برای خزعل، برای اونها روشن نبود که سرنوشت دولت مرکزی چه خواهد شد. باید از احمد شاه پشتیبانی بکنند یا از رضا شاه که روز به روز از قدرت احمد شاه میکاهد. و در داخل ساختار فرمان روایی مرکزی همین اختلاف وجود داشت، تنها در میان سران بختیاری نیست. این است که کسانی مانند سردار مجاهد و دیگران که به این جبهه مخالفت با دولت مرکزی پیوستند ضرورتا دشمنان مشروطه نبودند، اگرچه این سردار مجاهد در فتح تهران در دوره سردار اسد با برادرش همکاری داشت، البته آشنایی با مشروطه اینها نداشتند، مانند خود سمسام السلطنه که هیچ آشنایی با اندیشه های مشروطه نداشتند. ما به پایان برنامه امروز رسیدیم. با شما بدرود میگویم و امیدوارم در هفته آینده همراه با دوست بسیار ارجمند و همکار بسیار ارزشمند تلویزیون اندیشه، آقای حسین مهری، روزنامه‌نگار بسیار توانای ایرانی، با شما باشیم. روز و روزگار بر شما خوش باد.